Voilà. السلام عليكم، اسمي عبد العزيز. شو بازار دغيل سيرة ساعة امس؟ ولا؟ نعم عبد العزيز ما قال بار من بوشكلا اسمه كما فابريكا بوشكلا ما رين بي بازار ساعة امس اینا مربوط ازبکستان میشه ازبکستان میشه باز بعضی ها میگن که اینجا از 300 چیز رو بالاتر خریده نمیتونی از 10 کیلو بالاتر نباشه ازبکستان ها تا 300 دلار اجازه داره بسیار دلار مال افغانی را هر در روزی روز افغانی را بکشن و این طرف هم چیزی که میبینی از یک هزار بالا مسئول میبینی چی سهولت هایی به شما اینجا شده؟ رفت آمدتان اینجا هر روز در پاسپورت میرین نه این در قطار ساز میشین؟ والا سهولت نیست ما هرچه خودی من دکاندار هستیم والا سهولت نیست بریم مشکل است ما هر روز در قطار ساز میشین یک ساعت نیم ساعت بر دکاندار حداقل بر دکاندار یک سهولت تو باشه بگیر بکنم اینجا چند کرام میده؟ ما یک دکان گفتیم ما 150 دلار متر 3 دلار میشه آن تقریبا 50 متر 150 دلار میشه دو ماش ماف هست بعد دو ماش کرام سر ما چاش میشه چی امکانات دیگه داره غیر از دکان؟ تا والا فعلا خودم امکانات نیست مثلا جایی بود و باش استراحت داره ما مردم نیست من اینجا نیست باید افغانستان بود مگه دو هتل بریم 155 دلار تا 60 دلار که باشه یک اتاق با اسکل ما میگه قیمتش 85 دلار است قنجه؟ 85 دلار است میگه مال چین است ولی تارکدگی خود ازبکستان دیر میکنه دلار عادی بقوت اما بو 90 دلار بو 100 دلار بیام 90 دلار اونو بیزون اکسده ده یا برقه چارچی است 320 دلار است تا چند کیلومتر در برق؟ 60 کیلومتر بو یک بار چارچ؟ بر چارچ کجاست؟ چینایی 300 دلار؟ 320 دلار چینایی یا خطایی؟ خطایی خطایی چین ها دیگه کنید الان چین هم میشه بسار شد ده پانزه سر همسایی بورد یک پانزه سر بخش کنید Ну, вот, как бы,
نامم داوود میدان‌زاده است. آبادی دو روز پیروز چهار شنبه از کابل آمدیم. خواستیم که دفعه از این بازار مشترک افغانستان و ازبکستان که در شهر قرمز ازبکستان است دیدن کنیم. ببینیم که اینجا چقدر بازار است، کدام کار پیش میره، چه میشه که اگه شب ما یک دکان یک چیز بگیریم که ما هم شروع کنیم یک کار باره اینجا. ولی متاسفانه آمدیم این معلومات درباره مسائل حقوقی از پیدا کرده نتوانستیم و ولی میخواییم پس دوباره به طرف افغانستان بریم. سلام علیکم و احترامتان عزیز، امید که جور سوال باشین. نام خدای نظر نظری است از رسولی آخچه ولایت جعفرجان و فعلا یک تن از دکانداران بازار مشترک تلویس. درست، بازاری که ایجاد شده به نظر شما چقدر مفید است برای افغان ها؟ بازار که فعلا ایجاد شده هر دکاندار یا هر تجار ما میتونه بیاید اینجا دکان بگیرن و محصولات وطنی ما را یا هر محصولات که اونا کار میکنن مثلا از کشورهای چین یا دیگه دولت کنه کدام مشکل نیست اینجا من دکاندار میگن به شکل فرنده به فروش میرسونن. امی روند چه رقم است؟ اگر افغان باید چه رقم اینجا باید دکان بگیره برای خود؟ روند کار قسمی است که دکاندار میاد اینجا در بخش فروشات دفتر فروشات میرن دیگه نام شرکت خود میگیرن بعد از اینکه نام شرکت و دکان به کدام نامزدت دارن دکان از اونجا خود ثبت و راجسته داره دکان به نام خود میگیرن. وقتی که دکان از اینجا برشان داده شد دکان نشان داده شد یک جواز از طرف خود موکل برشان داده میشه و بعد از اینکه اینا جواز گرفتن و کدام محصولات که اینا به این دکان کار میکنن از طرف افغانستان است دیگه هر بخشی که باشه مشکلی نیست و تمام محصولات خود به شکل خلاصه نوت میکنن و اینجا به از طریق لوجستیک برشان نمبر زده میشه باز میرن از افغانستان بدون کدام مالیات بدون کدام مصارف میارن اینجا به فروش میرسن. یک دکان مناسب چقدر است اینجا کرایش؟ حتی عمده از $2 شروع میشه $2 متر مربعش. مشکلات رکتابال دکاندارا با این مواجه بودن چی بودن؟
فعلا خب بازار مشترک بازار جدید است. خواه خب بعض مشکلات آدم روبرو میشه. قبلا مشکلات دکاندارای از زمان ای بود که محصولات افغانستان اینجا به فروش میرساندن اینجا بخش تماجنی یا بخش مالیات یک کم پیسه میگیرد از محصولاتشون. اما فعلا همین مشکلات رفع شده تا 300 دلار هر شهروند ازبکستانی از اینجا خرید کرده میتونه که به خانه خود ببره. درسته. بدون کدام مالیات البته. دکاندارا بعضشان به این مشکلات مواجه بودن که میگفتن بر ما باید کارت توزیع شه و هر روز ما پاسپورت ما چک میشه در قطار استفاده میشیم. ما گپا را گفته بودیم ما مسئولین در جریان مانیم. مسئولین گفتن که ما این کار انشاءالله به زودی حل میکنیم چون بازار جدید است کارهای جریان دارد که مقصد کسایی که اینجا دکاندار است کسایی که کار میکنن بر از اونا کارت جور میشه به خاطر رفت آمدشان در مسیر راه یا در مرزا که هم مشکلات نشه اونا را به یک راه جداگانه با یک تلاشی مخصوص یا که اگر چه قسمی که ضرورت باشه انشاءالله کارهای از اونا حل میشه. هموطنان ما چگونه میتونن اشتراک کنن بیان در این بازار؟ هموطن توسط یک پاسپورت داشته باشه نه مشکل نیست. درسته. پیشنهاد خود شما در آخر اگر کدام پیشنهاد داشته؟ از لحاظه از هر لحاظه به مسئولین داشته باشین به امارات اسلامی داشته باشین. پیشنهاد ما به هموطنان عزیز ما همی است که کوشش کنه زیادتر محصولات افغانستان در وارد از بازار کنن تا مردم ازبکستان هم میفهمه که در افغانستان هم چین هم محصولات است و کدام مخصوصا خالی چیزای ملی ما محصولات نوشابه ما هر چیزی که مثلا در افغانستان تولید میشه وارد بازار شده و به فروش برسن این برای ما برای مردم ما و تمام ملت افغانستان در نظر من پوینت مثبت است. ما نوم عبدالغنی دی د بادغیس ولایت څخه د غورماشت ولسوالۍ څخه دلته راغلی یم په تفریح باندې. څنګه بازار؟ ډېر خوندور بازار دی. دا منظر هیڅ مشکل نشته. ښه تفریح ځای دی او موږ د افغانستان دلته راغلي یو. نه د ویزې مصرف شته نه بل شي مصرف شته. هیڅ مشکل نشته فهمن کیږم. یا تر اوسه نه ده اخیستی. دغه موږ تفریح راغلي یو نو د پیسو زه بازار ته ښې خوښ واخوی په ارزانه قیمت سره په مناسبه قیمت سره انشاءالله شی برانیسو. بازار خوب بازار است. چه بازار دی؟ خوندور شام بسکی که دی ارزان پرزان بای پیدا کیجه چه دوری پا رول قیمت دی افغانستان که من دلت پرزان بای پیدا کیجه. خوب بازار دی. چه بازار دی؟ هر افغان چرا سی دلته په امن کې هیڅ مشکل نشته او خپل شی په ارزانه قیمت اخیستلی سي بته کولی سي په امن کې دی او ټوله کولی سي چې راشي دلته شی واخلي جوړ اوسي. هدایت الله هستم یکی از تجاران ملی کشور. شرکت ما شرکت هدایت رمزه نام دارم. یک شرکت ترانزیتی است. چی وارد بکنید؟ ما شمول ترکاری باب و میوه‌جات پیاز کچالو اینجا بچی منظور آمده اینجا به خاطر همین نمایشگاهی که در اینجا ایجاد شده این بازار مشترک دیگه آمدیم به خاطر ببینیم چی سوالات های است به خاطر تجارای افغانستان. البته ما تازه اینجا آمدیم دیدیم که بسیار یک بازار خوب بسیار یک سرمایه گذاری خوب کردن دیگه انشاءالله که داینده بسیار بدرخشه
کمک کنه به تجارای ازبکستان و تجارای افغانستان و ما فعلا دکان نگرفتیم فعلا میگن که باید اول اینجا یک شرکت جور بکنن اول یک شرکت به جور بکنن بسیار پروسسش آسان است یک 50 دلار مصرف داره و شرکت بعد از او با سینیا میتونن که بر شما دکان بتن یعنی یک به کرایه البته کرایه دکان ها حدود چقدر است ایره متر مربع میگفتن که 300 نه 3 دلار است 3 دلار است فی متر مربع ش البته دیگه حال ما دقیق هم معلومات نداریم وزی که بریم یک پرسان بکنیم رفت آمد دکاندار ها چی بودن؟ پاسپورت میرن، بی پاسپورت میرن این طرف با پاسپورت میرن افغان های ما شما از طرف که میرن بعد پاسپورت ضروری است اونجا پاسپورت آه بله پاسپورت شان ویزا ندارن اونجا مقصد ثبت میشن پاسپورت شان ثبت میشن اکسپایر نباشه یعنی تاریخش تیر نباشه میتونن وارد ازبکستان شن بیان در ازبکستان اینا مالای خود خریداری بکنن پس به افغانستان برن Mm-hmm.
راستی به خطر جای پیدا کنید. وا خوشم میاد سازی نداره. این بچه هم گفت تانوز باید چه سیمالیز بسید اما بگیر چه خانه اگر رو بگیر پنچر هم هست یه بچه صدم بشه یه جسر من بسر روش بشه